درود میگم به همه فارسی زبانان سراسر گیتی که بیننده برنامه‌های هفتگی جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمدم به دکتر آرتمیس اهورا که در تمام این هفته‌ها کنار ما. بانو آرتمیس خوش آمد. سپاسگزارم بانو افسانه گرامی، درود بر شما و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه‌های جنبش رنسانس ایرانی و برنامه امروز، چه کسانی که اکنون این برنامه رو میبینید و چه کسانی که بعداً بیننده یا شنونده این برنامه ها هستید. سپاسگزارم. جستار این هفته در مورد خبر بسیار ناگوار و جنایت وحشتناکی هستش که در هفته گذشته در اهواز اتفاق افتاد. سربریده شدن یک بانوی ایرانی، یعنی یک کودک همسر ایرانی به دست همسرش که پسر عموش هم محسوب میشه، یک ازدواج قبیله‌ای عشیره‌ای که میدونیم ریشه تمام این مشکلات و گرفتاری ها از کجاست. بانو آرتمیس، خشونت علیه زنان ایران مخصوصا در این 43 سال اخیر بیداد میکنه. بخواستیم صحبت های شما رو در این زمینه بشنویم. سپاسگزارم بانو افسانه گرامی. همونجوری که هممون میدونیم در ایران خشونت بسیار بسیار گسترده شده. به طور کلی انواع و اقسام خشونت ها در ایران وجود داره، حالا چه بر علیه جامعه علیه همدیگه و چه به طور اختصاصی خشونت علیه زنان. خشونت هایی هم که در ایران داره انجام میشه انواع و اقسام داره، حالا از خشونت های جنسی، خشونت های کلامی یا خشونت هایی که از نظر حقوقشون در جامعه دارن، خیلی گونه های گوناگونی داره خشونت هایی که داره علیه زنان انجام میشه و تقریبا تبدیل شده به یک امر نهادینه شده. به طور کلی از ما میدونیم در ایران آمار کلی و آمار دقیقی درباره خشونت‌های علیه زنان ایران داده نمیشه و نه فقط در ایران، اگر راستش رو بخوایم به همه همسایه‌های ایران، کشورهای همسایه ایران هم نگاه کنید و در خاورمیانه به طور کلی ما این نوع خشونت رو بسیار زیاد علیه زنان می‌بینیم. خشونت‌هایی که مثلا در افغانستان می‌بینیم، در پاکستان می‌بینیم، در عراق می‌بینیم، در سوریه می‌بینیم و خب همون گونه که می‌دونین در خود ایران، حتی در کشورهایی که در ظاهر به نظر نمیاد خشونت علیه زنان رواج داشته باشه، مانند ترکیه هم ما خشونت علیه زنان رو کاملا داریم و انگار که اصلا در این کشورها نه تنها زنان تحت انواع و اقسام فشارهای روحی و روانی هستند، چه از سوی جامعه معمولا، چه از سوی حقوقشون، حقوق نابرابری که دارن با مردان، بلکه زنان تحت یک سری فشارهایی هم هستند که فشارهای قومی قبیله‌ایه. به عبارت دیگه در واقع در همه این کشورهای ناحیه ما خشونت رو میتونیم بگیم هم خشونت دولتی داریم علیه بانوان، هم خشونت اجتماعی داریم، هم خشونت قومی قبیله‌ای داریم، که این میشه سه دسته جداگانه خشونت علیه زنان. خشونت هایی که از سوی دولت انجام میشه، خب ما میدونیم قوانینی که زن ستیز هستن در جامعه و قوانین نابرابری که در مورد زنان و مردان وجود داره و از سوی دیگه خشونت هایی که ما میدونیم که قوانینی که وجود داره در مورد امور خانوادگی که ما میدونیم باز اونها هم به نفع زنان نیست هیچ کدومشون، از سوی دیگه فرهنگ اجتماعی و خانوادگی زن ستیزی که در این گونه کشورها وجود داره که مثلا در ایران خود ما وجود داره، یه مقدار حتی قوانین رو که بذاریم کنار، خود اجتماع و خود خانواده ها زن ستیزی رو برخی ها انجام میدن
و از سوی دیگه میتونیم بگیم که تفسیرهای متفاوتی که هم از قانون هم از مذهب در قسمتهای مختلف وجود داره، این خشونتها رو شدید و خفیف هم میکنه. در برخی از مناطق که مردم مذهبی تر هستن، این خشونتها توأم با خشونتهای قومی قبیله‌ای هم میشه، یعنی خانواده هایی که فرهنگهای قبیله‌ای قومی بسته تری دارن هم مذهبی هستند هم خشونت قبیله‌ای دارند، و نتیجه زنان در این گونه جوامع در قسمت‌هایی از کشورمون که فرهنگ‌های قبیله‌ای حاکم هست، فرهنگ اسلامی و مذهبی هم هست، قوانین زن ستیزم هست، این گونه مواقع هست که زنان دچار 4-5 نوع خشونت گوناگون هستند که ما یکی از اونها رو به صورت واضح به صورت قتل‌های ناموسی یا خشونت‌های ناموسی از طرف پدر، برادر، همسر، حتی پدر بزرگ، عمو، پسر عمو، پسر دایی، یعنی از طریق کل مردهای خانواده یا حتی قبیله و عشیره این خشونت علیه زنان اعمال میشه. و حالا بخش های گوناگونی موجب شده که این خشونت ها در ایران شدت و حدت بگیره. به عنوان مثال برای همین مورد قتل اخیری که اتفاق افتاده، ما چند عامل مختلفی در این امر دخیل میبینیم، یعنی فقط موضوعی نیستش که یک دختری رو یا یک زن جوانی رو شوهرش به قتل رسونده. نخستین مشکلی که یک چنین خانواده هایی باهاش روبرو هستند کودک همسری است. شما هنگامی که دختر رو در زیر سن قانونی و طبق قوانین اسلامی یا قوانین قبیله‌ای، حتی برخی جاها حتی از قوانین علاوه بر قوانین اسلامی قوانین قبیله‌ای هم دارن، مانند خوزستان که به طور کلی هر دختر بچه‌ای که هر نوزاد دختری که به دنیا میاد کودک، از همون اول میگن این بچه مال پسر عموشه، یعنی انگار که اصلا بدونه که این نوزاد هنوز هیچ نقشی در زندگی خودش داشته باشه، هنوز متولد نشده، متعلق هست به پسر عموی خودش، مگر اینکه اینها که بزرگ میشن پسر عمو بگه من اینو نمیخوام. اگر نه باید بدونن که هیچ کس بتونه اعمال نظری بکنه، اون دختری که به دنیا آمده خود به خود میشه سهم و همسر و زن و مثلا شریک زندگی پسر عموش باید باشه، که در این مورد خاص این موضوع رو میبینیم. بچه هایی که در این گونه قبائل قبیلگی زندگی های قبیله عشیره‌ای به دنیا میان، بدون اینکه هیچ تأثیری روی سرنوشتشون داشته باشن، اصلا علاقه ای داشته باشن به وارد شدن به یک رابطه مشترک، اینها رو به طور اتوماتیک شوهر میدن یا زن میدن به همدیگه، و به ویژه در سن کم. در این موردی که اخیرا اتفاق افتاد، این دختر در سن 12 سالگی در واقع این دختر رو به زناشویی پسر عموش در آوردن. خب ما اینجا با یک موضوع کودک همسری در گام نخست، اشتباه نخست کودک همسری است، و شما هنگامی که یک دختر 12 ساله، یک در واقع هنوز نوجوان هم نیست، چون 12 سالگی هنوز وارد نوجوانی هم نشده، کودک، یک کودک 12 ساله رو شما هنگامی که دارید به عقد یک مرد در میارید، عملا همونجا زندگی این دختر رو خاتمه دادید. چرا؟ برای که شما هنگامی که نمیتونید حتی یک دیپلم بگیرید، یک تحصیلات پایه ای رو داشته باشید و این اتفاق براتون میفته که باید همسر کسی باشید، تحصیلتون متوقف میشه، فردا آینده کاریتون هرگز شکل نخواهد گرفت، هرگز شما استقلال اندیشه، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی پیدا نمی کنید و هیچی یاد نمی گیرید. بچه 12 ساله‌ای که از خونه پدرش شوهرش میدن وارد یک خونه همسر میشه،
چه چیزی میخواد بیاموزه، چه رشد عقلی بکنه، چه بلوغ فکری، چه افق دیدی براش باز میشه. همینجا آغاز ایجاد مشکل و بیماری های روحی، روانی و انواع و اقسام ناسازگاری ها و نارسایی ها در شخصیت اون دختر بچه میشه. که دیدین در این مورد کاملا این موضوع مؤثر بود. دختر 12 ساله‌ای که شوهر میکنه مطمئنن نمیتونه زندگی خوبی داشته باشه و نمیتونه سر به اصطلاح سالمی زندگیش ببره به پیش. دومین نکته ای که در ازدواج اخیر که اتفاق افتاد، در این جنایت اخیر دیدین، ازدواج قومی قبیله ای بود که گفتم بدون اینکه هیچ تأثیر یا هیچ به اصطلاح دخالتی در گزینش همسر خودش داشته باشه، از هنگامی که به دنیا اومده این بچه سرنوشتش تعیین شده توسط عده افراد دیگر و در اون راه رونده شده و بعد دیدیم که این دختر از اون زندگی مشترک فرار کرده بود و زده بود بیرون و نمیخواست و نمیتونست توی اون رابطه بمونه. سومین نکته دیگه این بود که قوانین قبیله‌ای بر سیستم زندگی مدرن و مدنی چربیده بود. یعنی اگر شما در یک جامعه مدرن و مدنی باشید، خب هنگامی که دو نفر آدم نمیتونن به هر علتی، حالا پسر عمو یا دختر عمو یا غریبه، هر کس که باشه، هنگامی که شما نمیتونید در یک رابطه زناشویی بمونید و دلتون میخواد بیاد بیرون، اگر که قوانین مدنی و مدرن بر این جور زندگی ها حاکم باشه، خب افراد میرن خیلی آرام، خیلی بدون زد و خورد، بدون کتککاری، بدون همدیگر رو کشتن، بدون بد و بیرا گفتن، بدون بالا و پایین پریدن، مراجعه میکنن به سیستم قضایی و درخواست طلاق میدن، حالا زن یا مرد، یا بالاخره رسیدگی قضایی میشه و اینها اصلا میتونن جدا شن. اما هنگامی که قوانین قبیله‌ای بر سیستم زندگی مدرن و زندگی شهری و قوانین مدنی بچربه، افراد به جای اینکه مسیر قانونی برای حل یک مشکل پیدا کنن، میان خودشون دسته میشن، دنبال همراه میفتن، ما میریم این زن رو میگیریم و برمیگردونیم، میزنیم و میکشیم و میندازیم و زندان میکنیم و سعی میکنن که با قوانین عشیره قبیله‌ای برای زندگیشون تصمیم بگیرن به جای زندگی نوین شهری و مدنی. بعد اینکه نگاه تحقیرآمیزی که به زن وجود داره و اون حالت تملک و صاحب یک زن بودن، نگاهی است که 100% بیشتر در نگاه اسلامی دیده میشه که یک زن رو واجد اون بلوغ فکری و در واقع عقل رسی کامل نمیدونن که برای زندگی خودش تصمیم بگیره و مانند یک دیوانه، یک مجنون یا یک بچه بی عقل، مثلا بچه به اصطلاح زیر سن تصمیم گیری و زیر سن منطق و انتخاب نگاش میکنن، انگار که یک کالا بیشتر نیست. حالا من اینجوریه که اگه این زن فرار کرده، من الان بدوم برم برش گردونم، پدرش بیاد و پدر شوهرش بیاد و برش گردونیم و شوهر واسش تصمیم بگیره، پدر واسش تصمیم. یعنی اصلا این میانه هیچ کس فکر نمی کرد که از این دختر بپرسیم آقا چته؟ چی میخوای؟ خودت میخوای چگونه زندگی کنی؟ مشکلت چیه؟ چگونه میشه این مشکل رو حل کرد؟ همه در حال تصمیم گیری هستن و در حال از بالا به پایین نگاه کردن به یک زن در این اجتماع، در اون خانواده، در اون قبیله و عشیره. و این خودش موجب میشه که زن اصلا یک موجود مجزا، یک موجود به اصطلاح یک شخصیت انسانی برای خودش نداشته باشه و اصلا اجازه نمیدن که این زن زندگی کنه، حالا چه برسه برای خودش تصمیم بگیره، چه برسه بخوام نخوام بکنه برای خودش. و این اتفاقات رو رقم میزنه این گونه نگاه. از سوی دیگه غرور و تعصبی که وجود داره روی مسائل ناسازگاری های رابطه زناشویی، میان موضوع رو به جای اینکه موضوع یک اختلاف زناشویی نگاه بکنن، موضوع رو میکنن حیثیتی. یعنی آقا یک مرد و یک زن با هم مشکل خانوادگی دارن، مشکل ارتباطی دارن، حالا این اونو دوست نداره، اون اینو دوست نداره، از هم خوششون نمیاد، نمیتونن هم دیگر تحمل کنن، یا هزار یک علت دیگه.
خب این دو نفر عوض این که بیان بشینن و با هم منطقی و معقول صحبت بکنن، بگه خانم آقای به خانم بگه آقا چته، چرا مثلا نمیخوای، چه مشکلی داری، چه زندگیت اینجوریه، و یا اون خانم بیاد بگه آقا من این مشکل دارم، اون مشکل هم اینطوری هم، یا به مرد بگه یا زن، به بالاخره خانواده و افراد بشینن با هم صحبت بکنن راجع به این موضوع، بیشترین چیزی که براشون مهمه به جای این رابطه زناشویی غیرت و تعصب و آبرو حیثیتشونه. یعنی به جای اینکه بیان این موضوع رو به گونه ای نگاه کنن که ما الان یک مشکل داریم اینجا به نام مشکل ارتباط زناشوییمون، حالا با هم صلح و صفا نداریم، دیدگاهمون فرق میکنه، اصلا بدمون میاد، یا هر کس میخواد یه زندگی تصمیم بر زندگی دیگری بگیره برای خودش، مثلا میخوام درس بخورم، میخوام کار کنم، میخوام از ایران برم، میخوام در ایران بمونم، حالا به هر صورتی، به جای اینکه این موضوع رو به صورت اختلاف زناشویی نگاه کنن، به صورت قضیه ناموس و آبرو این مسائل نگاهش میکنن، و چون این گونه نگاه میکنن، حل این مسئله رو میکنن توی دستبندی یا زیر مجموعه مسائل حیثیتی خودشون، به جای اینکه بگن آقا من و تو با هم اختلاف داریم، حالا ممکن اختلاف نظر پیدا کردیم، اختلاف اندیشه داریم، اختلاف اهداف زندگی داریم، میان میگن نه، تو الان اگه منو نمیخوای به هر علتی، موضوع ناموسیه و من باید سر تو رو ببرم. چه موضوع کس دیگری در زندگی یک زن یا یک مرد باشه، چه نباشه، موضوعات اختلافات زناشویی رو باید به صورت اختلافات زناشویی نگاه کرد و اونگونه بهشون راه حل براش پیدا کرد، نه به صورت اینکه حالا که تو منو نمیخوای پس حتما عاشق کس دیگری هستی، اگر عاشق کس دیگری هستی من الان باید سر تو رو ببرم، در حالی که اینها راه حل مسائل و مشکلات زناشویی در دنیای امروز و در جامعه مدنی نیست، و متاسفانه این رو هنوز بسیاری از افراد در کشور ما بلد نیستن و بهشون آموزش داده نشده. نکته دیگری که در این موضوع میتونیم ببینیم اینه که روابط انسانی ما بلد نیستیم با هم برقرار کنیم. یعنی اصلا یک زن و یک مرد نمیدونن که هنگامی که وارد یک رابطه زناشویی میشن چه وظایفی دارن، چه مسئولیت هایی دارن، چه باید نباید هایی دارن، چه ارزش ها و ضد ارزش هایی وجود داره در زندگی. کسی این رو به فرزندان ما در ایران آموزش نمیده، نه در کودکستان، نه در مدرسه، نه در دانشگاه، چنین آموزشی نمیدن در مورد باید نبایدهای زندگی یا ارزش و ضد ارزش‌های یک جامعه. مثلا بگم ما در جامعه ایران به عنوان مثال، ما در فرهنگ ما جا نیفتاده که شما مثلا امروز ازدواج کنی فردا بخوای جداشی، یا امروز ازدواج کنی فردا عاشق کسی دیگری بشی، یا مثلا از یک موضوعی ناراحت هستی باید از خونه در بری. ما چنین چیزی مثلا در فرهنگمون نیست، ولی این رو باید آموزش بده کسی یا کسانی به این افراد. هنگامی که شما دختری رو 12 ساله شوهر میدید بره، خب کی قراره این آموزش ها رو به اون زن یا به اون دختر یا به اون کودک بده؟ موضوع اینه، و برای همینم انسان ها یاد نمیگیرن. شاید به این دختر اگر کسی توی آموزشی در مدرسه یا در دامن خانواده یا هر جا در اجتماع آموزش داده بودن که عزیز من، تو اگر هم که در زندگی وارد میشی به هر علتی همسرت رو دوست نداری، همسرت بده، همسرت ناسازگاری یا هر چیزی، راه حل مواجهه با چنین مشکلاتی چیست و چه بایدهایی ما داریم، چه نبایدهایی. شما به فرض اگه از زندگی ناراحتی که راه حلش این نیست مثلا من برم خودم رو بکشم، یا اگه من یه اختلافی با همسرم دارم راه حلش این نیست که من از خونه فرار کنم. میدونین اینها رو باید کسی یا کسانی آموزش بدن به دختران و پسران این کشور که راه حل به اصطلاح مبارزه کردن با موانع زندگی یا از سر راه برداشتن موانع زندگی یا توانایی حل مشکل در واقع داشته باشن. همین این موضوع نداشتن توانایی حل مشکلات که در جامعه آموزش داده نمیشه، موجب میشه که افراد در یک جایی از زندگیشون به بن‌بست بخورن، چون راه حل مشکلات رو نیاموختن، این توانایی رو
پیدا نکردن. قرار نیستش که ما همه مسائل زندگیمون رو کسی بیاد راه حلش رو بذاره پیش پامون، ولی چیزی وجود داره به نام توانایی حل مشکل، و این توانایی حل مشکل من و شما اگه بیاموزیم به صورت یک مهارته که در مقاطع و یا مراحل مختلف زندگیمون میتونیم ازش استفاده کنیم برای هر مشکلی که باهاش مواجه میشیم و بتونیم اون مشکل رو به بهترین وجه حل کنیم و از پیش پا برداریم. نه اینکه این گونه ای که دیدین اون دختر فرار کنه، راه حل مبارزه با مشکلش رو اون ببینه، برای حل مشکلش فرار رو ترجیح میده، اون پسرم برای حل مشکلش سربریدن این دختر رو در نظر میگیره به عنوان راه حل، که همه اینها راه حل های اشتباهی است، به خاطر اینکه اینها آموزش درست روابط انسانی و باید نباید ها و ارزش ها و ضد ارزش های زندگی رو نیاموختن. از سوی دیگه یکی از مهمترین عواملی که در اتفاقات اینگونه میبینیم و علت پایه ایش هست، همون قوانین زن ستیز جامعه است. اگر این زن در اجتماعی زندگی میکرد که قوانینی به نفع زنان وجود داشت و حمایت میکرد، به فرض که این زن مشکل داره در خانوادهش یا حتی در قبیلهش، در عشیرهش و با همسرش، مراجع و مراکز قانونی وجود داشت. اگر در یک جامعه مدنی و یک جامعه درست حسابی که قوانین زن ستیز نبود زندگی میکرد، که میرم مراجعه میکرد و اونها راه حل‌های قانونی رو میذاشتن پیش پاش که مثلا خانم شما میتونی این کارو بکنی یا اون کارو بکنی یا اون کارو بکنی، و حتی ما در اجتماعمون شبکه حمایتی مشاورینی که برای همه مردم ایران بتونن هر کس مشکل داره بتونه در مراکزی مراجعه بکنه برای مشاورهای رایگان و استفاده از خدمات حل اختلاف یا حل مشکل یا مشورت گرفتن و مشورت دادن، حتی از اینها نمیتونستن استفاده بکنن در ایران. و برای همین میبینید که هنگامی که یک همچین مسئله پیش میاد، این زن بدون اینکه هیچ یار و یاوری داشته باشه، یک راه برای خودش میبینه در اجتماع و اون اینه که فرار بکنه از خونه. و بعدم دیدیم که این فرار موجب میشه که پدر و پدر شوهرش عوض این که دنبال حل مشکل باشن، میرن و مسائل دیگری هم به اون مشکل اولیه اضافه میکنن و مشکل رو پیچیده تر و قامستر میکنن. و علاوه بر این، برای من این عجیبه، چرا باید دختری از خانه‌ای که فرار کرده به هر علتی، مقصر دختر یا مقصر پسر مهمی، ولی موقعی که کسی از محیط از خانه فرار میکنه، یعنی اینکه اونجا دیگه نمیتونسته زندگی کنه یا نمیخواد به اون محیط برگرده. و ببینید چه اشتباه بزرگی که پدر و پدر شوهر، دو تا آدم عاقل مرد، حالا ما میگیم اینا جوون و بی تجربه و خام و نادان، چرا دو تا پدر و پدر شوهری که بایستی به اصطلاح حالت ریش سفید داشته باشن، بزرگتری کنن، راهنما باشن و در واقع این دو نفر رو بتونن حفاظت و نگهداری و پشتیبانی بکنن، چرا باید دختر رو در خونه‌ای که میدونن اگر پاش برگرده به اونجا حتما کشته خواهد شد، چرا باید برگردونن به اون محیطی که اون دختر توش مطمئنن جاش ناامنه؟ و اینها نشان دهنده بیخردی ها و درست فکر نکردن ها و درست تصمیم نگرفتن ها حتی از سوی خانواده است که بایستی نگهبان و نگهدار فرزندانشون باشن، همونا خودشون با نابلدی، نابخردی و با نادانی هرچه تمامتر یه همچین جنایتی رو رقم میزنن، ناخودآگاه گام برمیدارن در اون راه. حالا بانو افسانه، اگر شما پرسش یا سخنی دارید خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم دکتر آرتمیسی، چه در صحبتش چون اشاره کردیم که وقتی زن از خونه فرار میکنه، خب ما میدونیم که در ایران، در جمهوری اسلامی امروز، یعنی ایران امروزی که تحت اشغال جمهوری اسلامی هستش، اصلا ما قانون حمایتگر از زن در این گونه موارد نداریم کلا. یکی از دلایلش اینه که یه زن وقتی مورد خشونت قرار میگیره، چه در جامعه چه در خانواده، از طریق برادر یا پدر یا همسر، حالا فرقی نمیکنه، ما خیلی ها رو داریم که فرار میکنن از شهرهای کوچیک و شهرستان ها به شهرهای بزرگ.
ولی اونجا هم متاسفانه چون سازمان های حامی ندارن و ارگانهایی که حمایت کنن در شهرهای بزرگ هم اون شکل وجود نداره، یا اغلب آلوده به مواد مخدر میشن یا مجبور به تنفروشی میشن، که اینها هم باعث میشه خب اون زنی که از اون محیط وحشتناک فرار کرده سرخورده تر از قبل میشه و تن به کارهایی بده که واقعا در شرایط عادی به زندگی نرمال هرگز هیچ زنی دوست نداره اون کار رو انجام بده. و خیلی ها هم فرار میکنن به ترکیه میان، و من خودم چون یک مدت برای سازمان زنان کار میکردم در ترکیه و با افراد بیشماری صحبت کردم، ما زنان بسیار زیاد و دخترانی داریم که به همین دلایل ازدواج اجباری، خشونت خانگی و تهدید به قتل به خاطر مسائل ناموسی فرار کردن و به ترکیه اومدن و سالها در منجلاب ترکیه گیر و گرفتار شدن و هیچ راهی نه راه برگشتی دارن به اون مملکت و نه سازمان های بشری قدمی برمی‌دارن که این زنانی که واقعا اینقدر تحت ستم بودن هم در ایران و هم در این ترکیه به این شرایط پناهندگی بتونن یه زندگی حداقلی آرامشی که حداقل از نظر جانی امنیت داشته باشن، یا اینکه مجبور نشن تن به کارهایی بدن که واقعا در شأن یک زن ایرانی نیست انجام بدن. یکی اینها، یکی هم که ما اصلا حکومت ما و حتی خانم هایی که من میگم ام کلثوم هایی که در این حکومت دارن کار میکنن برای جمهوری اسلامی، خودشون خشونت رو بر علیه زن دارن ترویج میدن، چند همسری رو دارن تبلیغ میکنن و اصلا زن رو خودشون زن هستن، از جنس ما هستن، اما اصلا زنایی انگار که دارن از یک جایگاه دیگه‌ای به عنوان یه موجودات فرا زن و فرا انسانی دارن به این زنهای جامعه فلاکت زده و اسلام زده ایران نگاه میکنن و چنان براشون سفسته میبازن و قانون و قوانین از خودشون در میارن که اصلا میگی این زنها کجای ایران دارن زندگی میکنن و یک جورهای عقده های خودشون رو و اون بیچارگی هایی که ما میدونیم که مردهایی که من الان یه عده نیام بگن اینا مرد ستیزن، نه من دارم مردهای مسلمان متعصبی رو میگم که در برابر زن اصلا هیچ گونه انعطافی ندارن و فقط صرفا زن رو به عنوان یک شی به یک مثل یک شی که در خانهشون هست خودشون رو مالک میدونن و هر ظلمی رو به زن اعمال میکنن که بگن ما مرد. من اون افراد رو دارم میگم، وگرنه ما مردهای بسیار زیادی در همون ایران همون جامعه‌ای که اینقدر فساد اسلامی برش داشته رو میبینیم که برای حقوق زنان دارن فعالیت میکنن. منتها ما اگر یک بحثی دیگه رو هم با آپتیمیز در نظر بگیم، اینه که این زن اگر این دختر این دختری که به این شکل فجیع کشته شده اگر به ایران برمیگردوندن خانواده‌اش، همسر این خانم ازش شکایت میکرده و مثلا دوست ندارم بگم خانم، باید بگم این طفل، یعنی این دختر بیچاره و بینوا اگر ازش شکایت میکرده که من به جور حالا به جور ایشون رابطه داشته یا با کسی فرار کرده، باز از طریق قانون شریعت جمهوری اسلامی این خانم محکوم به مرگ میشده، یعنی در هر صورت راه فراری از این مخمصه نداشته. از این برم که هیچ سازمانی حمایتش نکرده، اینجا مورد خشونت بوده از طرف مرد سوری که مجبور میشه جون به لب بشه زنگ بزنه به خانواده‌اش، پدرش و عموش با اون تیپی که خیلی خودشون هم شیک و کت شلواری و مثلا اون شورش های 57 دیدی که خیلی شیک و کراواتی بودن و چجوری مملکت ما رو به گند کشیدن، همون شکلی دختر رو برمی‌داره اعتمادش جلب می‌کنه، بعدش میگن ایران به دو دستی تقدیم قاتل می‌کنن. اینها دردایی که امروز جامعه ما واقعا زنان و جامعه ما هیچ جوره یعنی هیچ راهی برای فرار از این مصیبت و دردها ندارن. باز هم تاکید میکنم آی زنان ایران، مردم ایران، تا زمانی که ما از این سرطان جمهوری اسلامی خودمون رو رها نکنیم و نجات ندیم، همواره گرفتار این نوع قتل‌ها هستیم، همواره گرفتار آوارگی های هستن که من خودم الان یکی از همون آواره ها هستم. یعنی من وقتی اینقدر با داغ دل دارم حرف میزنم چون من خودم هم زنی هستم که مورد خشونت بودم و مجبور شدم کشورم رو ترک کنم و امروز 9 سال تو ترکیه دارم با چون اینقدر دیگه دارم میبینم موردهای وحشتناکو که واقعا درد خودم رو فراموش کردم. خیلی هم تلاش کردم که بتونیم صدای زنها باشه، ولی متاسفانه سازمانی که بتونه حامی و حمایتگر زنان پناهنده باشه من پیدا نکردم و همچنان دارم تلاش میکنم حداقل بتونیم آگاهی رسانی کنیم که زن ایرانی بدون جایگاهی یک زن
کجاست، چجوری باید از خودش دفاع کنه، حتی اگر چجوری باید تلاش کنه برای نجات کشورش، که وقتی کشور نجات پیدا کنه مطمئنم زن و مرد ایرانی هم نجات پیدا خواهد کرد. ما میشنویم بقیه صحبتهای شما. خب افسانه جان، خیلی گفتم پرسش خوبی بود و واقعا خیلی سپاسگزارم به این نکته اشاره کردی. در جریان جدا شدن این، یعنی این برنامه تجزیه طلبها و مسخره کردن زبان پارسی و اینکه اصرار دارن که زبان فارسی محدودیت داره و ما میخوایم آموزش به زبان مادری بگیریم و یا آموزش زبان مادری رو بگیریم و اینها، این موضوعی که الان داشتی صحبتشو میکردی روی داد، یعنی هم اون ماجرای پیکانی که روش نقاشی های از شاهنامه کشیده بودن و شخصیت های بسیار بسیار افتخارات ملی در واقع کشور ما رو و هویت ملیمون رو به مسخره گرفته بودن به عنوان یک مشگه یا یک مش افرادی که به صورت رستم و اسفندیار و سهراب و اینا رو به صورت گی نشون داده بودن یا همجنسگرایان رو نشون داده بودن و خانم که نام بردید علی نژاد اومدن اینو پوشش دادن به عنوان به به و چه چه و چه کار زیبایی. این کار دومشون که گفتم به صورت بسیار بسیار زشتی آمدن و اشعاری که واقعا هیچ ربطی به فردوسی نداره، اشعار کاملا دروغینی رو که نسبت میداده میشه به فردوسی رو بیان با اون ادا و اطوارهای بسیار بسیار زشت و زننده در بیارن و مسخره بکنن در واقع شاعر ملیمون رو، شاعر در واقع یکی از بزرگترین شاعرهای نه فقط ایران، یکی از در واقع میشه گفت اینترنشنال هریتیج، یکی از میراث ملی جهان، میراث جهانی رو همه ملت‌های جهان میتونه باشه رو به مسخره گرفتن و اشعار دروغینی رو که بهش نسبت میدن رو بیان بکنیم به عنوان زن ستیزی ایرانیان، زن ستیزی نگاه ایرانی و زن ستیزی فردوسی. اینا نشون میده که بالاخره شما دارید از جایی دستوراتی میگیرید و پروبالی بهتون میدن و شما رو در جایگاه گذاشتن که اهدافی که اونها دنبال میکنن رو تبلیغ کنید و در واقع صدای اونها باشید. خوشبختانه مردم ایران دیگه واقعا میشه گفت که چشم و گوششون پره از این دسیسه ها، از این دروغ ها، دروغ پراکنی ها، زشت کاری ها و تخریب فرهنگ ایرانی. و خب ما از اونجا که هممون هم میدونیم در واقع اون صدای آمریکا و اینها خب لانه ای هستند برای تمام این گونه میهن فروشانی که برای اهداف گلوبالیست ها به صورت کاملا هدفمند و هدف گذاری شده بر علیه فرهنگ و تاریخ و هویت ایران و نرساندن صدای مردم و جعل کردن افرادی که به عنوان صدای مردم در واقع در اون جایگاه ها نشستند و خودشون رو نماینده مردم و خودشون رو فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان و صدای زنان ایران و امثال هم میدونن، دیگه واقعا مردم ایران گوشهاشون پر شده از این گونه دسیسه ها، از این گونه اپوزیسیون های دستساز و تقلبی و در واقع گنجشک و رنگ کردن به جای قناری فروختن ها به مردم و این دیگه واقعا رو شده. یک سری از اینها به صورتی مهره های تقریبا میشه گفت سوخته و دستان رو شده ای در برابر در واقع ایران ستیزی هستند که مردم ایران به اینها پی بردن، ولی چقدر واقعا جای تأسف داره که یک عده هنوز ممکنه که شنونده چنین برنامه هایی یا بیننده چنین برنامه هایی باشن یا گول چنین سخنان ایران ستیزانه ای رو بخورن. و جالب هست که به عنوان مثال همون اولی که آمدم و چیزی به عنوان آزادی های یواشکی رو ترویج کردم، من برایشان گفتم اگر آزادیه چرا باید یواشکی باشه؟ مگه آزادی یواشکی هم ما داریم؟ آزادی یواشکی که همون اختناقه، همون استبداده، همون در واقع قفس زندانه و
می اومدن و اینها مردم رو سر مردم رو در واقع با این چیزها گرم میکردن که او برین خوشحال باشین، یواشکی یه گوشه رفتین رو سریتون رو برداشتین عکس انداختین، خیلی خوشحال باشین که همینم دارین، یا مثلا به عنوان مثلا مبارزه مدنی میخواستن اینها رو به مردم غالب بکنن، در حالی که این گونه کارهای بیهوده چیزی به جز سوپاپ اطمینان برای رژیم ایران نبود و راه به جایی نمی برد. و می بینین که علت این که مردم برمیگردن میگن چطور پس 44 ساله این حکومت بر جا مونده، یکیش همین اپوزیسیون های دستساز و صادراتی جمهوری اسلامی بود و همین سر مردم رو به تاق کوبیدن و سر مردم رو گرم کردن با این حرف ها و حرکات و به اصطلاح مبارزات مدنی قلابی و دروغین و غیر راستین. و خوشبختانه ما میبینیم که مردم هم به اینها دیگه روز به روز کمتر اهمیت میدن و این گونه صداها هم روز به روز بیرنگتر میشه، هر چند که امثال دموکرات های امثال دولت اوباما و بایدن افرادی هستن که این گونه افراد رو حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن و تبلیغشون میکنن و تریبون بهشون میدن، میکروفون به اینها میدن، عرصه دیده شدن میدن برای اینکه سخنان مورد علاقه شون رو از زبان مردم ایران یعنی بخوان بیان کنن و بیان به مردم بقبولونن آره این آدم ها از شما هستن، اینها صدای شما هستن و شما حرفتون و نظرتون اینه، در حالی که چنین چیزی نیست. و متاسفیم که ما میبینیم که این گونه اتفاقات در ایران داره میفته و هیچ چیز جلوی این گونه جنایات رو نمیگیره مگر آموزش، مگر آگاهی رسانی، مگر روشنگری، مگر اینکه مردم بفهمن با مغزهای بسته با مشت و لگد و خنجر و شمشیر و گلوله شما نمیتونید فضای مناسب صلح‌آمیز زندگی جامعه مدرن رو فراهم بکنید و هرگز هیچ چیزی جای حل مشکلات رو با توانایی های مغزی و زبانی تو نمیگیره. هیچ گونه از این گونه کارها نه مشکلی از شما حل میکنه نه مشکلی از جامعه حل میکنه و راه فقط یکیست، اون راه راست و درست و خردمندانه است. درسته، درود به شما. و البته همکار و شریک عزیز مسیح علی نژاد جناب طبرزدی هم یک فراخوان داده بود، اینا رو من اینجا عنوان میکنم که مردم بدونن ما با چه دسته و افرادی طرف هستیم که با در رأس ساعت 9 بر روی قابلمه‌های خالی بود. مثلا میگم جناب طبرزدی قابلمه‌ها رو شما خالی کرد، مملکت رو شما غارت کرد، این مردم کوبیدن بر قابلمه خالی دیگه نشد آب نون یا مبارزه برای این مردمی که واقعا گرسنگی یک بلاهایی که جمهوری اسلامی به سرشون آورده. ما دیگه چیزی از مردم ما اگر همینجور دست بزنیم دست رو به فراخوان مسیح علی نژاد و جبهه آزادی به قول شما یواشکی و فراخوانهای قابلمه‌های خالی و نمیدونم اینا همه بازی هاییست، این بازی هایی که داره توی دور باطل دارن مردم رو 43 ساله میچرخونن. همین بقول شما مبارزان چی میگن قهرمان های پهلوان پنبه هایی که جمهوری اسلامی خودش هم در ایران هم در جهت ایران داره باد میکنه که مردم رو دوباره فریب بدن. مثلا میگم جناب طبرزدی که دست شما، قابلم های شما، نمیدونم لیوان های شما، قاشق زنی های شما برای همه مردم ایران رو شده، مردم دیگه بیچاره تر از اونی شدن که بخوان یک بار دیگه فریب شما رو بخورن و با اون تناب پوسیده شما دوباره تو چاه جمع کرانتون برن. سپاسگزارم بانو آرتمیس، اگه سخن پایانی دارین میشنویم، اگر نه که سپاس از شما. یادمون باشه چرخه خشونت ادامه پیدا خواهد کرد مگر اینکه یک جایی من و شمای ایرانی برگردیم و بدانیم ایرانی زندگی کردن یعنی چی، ایرانی نگاه کردن یعنی چی، راستی و درستی و درست کرداری یعنی چی، و اینکه راه حل مشکلات ما ایرانیان به عنوان ملت 7000 ساله چاقو و قمه و دار و داغ و درفش نیست، بلکه صحبت گفتگو حل کردن مشکلات و استفاده از قانون برای حل مشکلاتمون، هر چند که در این کشور
قوانین زن ستیزه، ولی حداقل این که بدونیم اگر بریم دنبال همون قوانین زن ستیز بهتر از اینه که چاقو برداریم و سر همدیگر رو ببریم. ممکنه اونجوری مهریتون رو بهتون ندن یا خیلی از حقوقتون رو زیر پا بذارن، ولی حداقل ما رو بر نمیتون، یعنی حداقل خودمون رو بر نگردونیم به دوران عصر حجر و انسانهای نخستین که با چاقو و شمشیر رو نمیدونم سنگ و اینها بخوایم سر و کله همدیگر رو ببریم و بخوایم مانند حیوانات وحشی در جنگل ها زندگی بکنیم. این سیستم زندگی ایرانی نیست، من و شما هستیم، باید این چرخه خشونت رو متوقف کنیم. درسته، و این هم امکان پذیر نیست مگر با آگاهی، روشنگری و بازگشت پادشاهی به ایران و برای همیشه در چاه جمع‌کرار و در واقع فاضلاب مدفون کردن دینی و ایدولوژی که باعث این همه خشونت در جامعه و کشور ما شده. سپاسگزارم. جاوید شاه، پاینده ایران یک بار. بدرود. بدرود پاینده ایران.